دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا تشریف دارید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. امروز 40 قتل ناجوان مردانه ژینا یا مهسا امینیه. قسمت زیادی از مردم کردستان و مناطق اطراف به سقز سفر کردن. بعضی از ورزشکارهای مطرح و اکتورهای مطرح دنیای مجازی و دنیای سیاست و ورزش سفر کردن به سقز و حمایت خودشون رو از مردم بیدفاع ایران اعلام کردن. 40 روز سرکوب پشت سر همه نیروهای اشغالگر و نیروهای ضد مردمی جمهوری اسلامی طی شد. 40 روز هرچه از توان داشتن در توان داشتن به صحنه آوردن و به خیابانها آوردن و قتل مرتکب شدن و جنایت مرتکب شدن تا بتونن این اعتراضات رو سرکوب بکنن. تعداد خیلی زیادی رو مجروح کردن، تعدادی شهید شدن و تعداد خیلی زیادی الان در بازداشت به سر میبرن، ولی این اعتراضات هنوز هم که هنوزه با شدت و قدرت حتی شدیدتر و قویتر از گذشته داره ادامه پیدا میکنه. مغازه‌دارهای کردستان و مردم کردستان تقریبا در اعتصاب کامل به سر میبرن. وقت اون رسیده که مردم جاهای دیگه هم اعتصابات رو ادامه بدن و گروه های دانشجویی تنها نمونن، گروه های کارگری هم به اعتراضات بپیوندن. دیدم که رئیس سازمان نظام پزشکی تهران استعفا داده و این یک خبر خوش هست. اعتراضات نظام پزشکی رو دیدیم و حمله ناجوان مردانه و حمله بسیار خشنی که به جامعه پزشکی صورت گرفت رو دیدیم. این اعتراضات ادامه خواهد داشت. پیش بینی من در اینه که در 3 ماه به نتیجه های بسیار شگفت انگیزی برسه و امیدوارم که ادامه پیدا بکنه و حتم دارم هرچند که ادامه پیدا میکنه، ولی وضعیت ایرانیان مقیم خارج از کشور باید یک مقدار تغییر پیدا بکنه. از نظر من الان وقتشه که پارلمان در تبعید درست بشه، وقتشه که شورای رهبری درست بشه، وقتشه که یواش یواش به صورتی آکادمیک و به صورتی سازمان یافته و به صورتی جدی افکار عمومی دنیا رو در جریان موضوع قرار بدیم و بتونیم افراد تاثیرگذار در جامعه سیاسی رو تشویق بکنیم که پشت ملت ایران وایسن. فقط با راهپیمایی کردن و فقط با خیابان آمدن و چند تا اعلامیه صادر کردن نمیتونیم موفق بشیم و توان موفقیت ما بسیار پایین خواهد بود. به همین دلیل نیاز داریم که سازماندهی بسیار قوی پشت سر خودمون داشته باشیم، چیزی به نام پارلمان در تبعید یا دولت در تبعید یا شورای رهبری در تبعید، به شکلی حالت آکادمیک یا حالت اجرایی رو در دست بگیریم. رهبری اعتراضات داخل کشور همیشه در دست خود جوانهایی هستش که در داخل جامعه دارن کار میکنن، ولی کسایی که خارج از کشور دارن فعالیت میکنن و سعی دارن که حمایت بکنن از این اعتراضات باید یواش یواش شکل سازمانی به خودشون بگیرن و سازماندهی بکنن. دیدم که اختلافاتی هست بر سر پرچم شیر خورشید و پرچم‌های مختلفی که در اعتراضات حضور دارن. واقعیت اینه که هر کسی باید با هر مرامی که هستش بدون ترس بتونه این مرامش رو با پرچمش، با اعلامیش، با شعارش در اعتراضات نشون بده. چرا که چیزی که ما دنبالش هستیم زندگی دموکراتیک هست و اگر قرار باشه امروز مزاحم آوردن پرچم یک گروهی یا یک عده‌ای باشیم، فردای روزگار سعی خواهیم کرد که اون تفکر رو سرکوب بکنیم. امروز باید دموکرات باشیم و امروز باید در جایهایی که شرکت میکنیم، در اعتراضاتی که شرکت میکنیم، اجازه داشته باشیم که پرچم خودمون رو هم حمل بکنیم. به نظر من حمل هر نوع نشان که نشان میدهد، نشان فکری یا نشان سیاسی، آزاد باید باشه و این خودش نشانه دموکراسی خواهد بود در آینده.
و لازم است که هر گروهی زیر پرچم خودش جمع بشه و نشون بده که دارای چه اعتقادی هستش. اعتقادات شخصی من در این کانال به هر حال یا به صورت روزانه یا به صورت هفتگی من نظرات خودم و اعتقادات خودم رو بیان میکنم. من یک تفکر خاص خودم رو دارم و یک مبارزه خاص خودم رو از ماه 5 میلادی شروع کردم و ایمان دارم که ما امسال رو با سرنگونی جمهوری اسلامی به پایان خواهیم رسوند و احتمال درگیری و اعتراضات سراسری در ترکیه رو هم پیش بینی میکنم. ترکیه به سمت انتخابات ریاست جمهوری پیش خواهد رفت، در حال پیشرفت رفتن به سمت انتخابات ریاست جمهوری است. 8 ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه انجام میگیره و جناح حاکم بعد از 20 سال تقریبا شکست رو احتمال 90% خواهد چشید، ولی به دلیل اینکه بسیار کارهای خلاف در دوره حکومت این 20 ساله جناح حاکم صورت گرفته، انتقال قدرت به صورت مسلحانه‌ای خیلی سخت خواهد بود و احتمال درگیری بسیار بالاست. احتمال درگیری در ایران هم به این دلیل بالاست که کسانی که در حکومت هستند، در حاکمیت هستند، بسیار جنایت و جرم و قانون شکنی انجام دادن و انتقال مسلحانه‌ای قدرت تقریبا غیر ممکنه در ایران. به همین دلیل است که این اعتراضات به سمت انقلاب خواهد رفت و چیز جای دیگه ای، راه دیگه ای برای تغییر در ایران وجود نداره به غیر از سرنگونی جمهوری اسلامی. اصلاحات رو ما امتحان کردیم، من خودم در دوره اصلاحات فعال بودم و متاسفانه اصلاحات نتونست به نتیجه مورد نظر برسه و اصلاحات رو خفه کردن. بعد از اصلاحات راه دیگه ای نموند، جنبش سبزی بود و جنبش سبز را هم سرکوب کردن و این آخرین مبارزه‌ای هستش که مردم دارن انجام میدن و خوشبختانه این اعتراضات 40 روز پشت سر هم و با پشتوانه عظیم مردمی و با پشتکار جوانان داخل جامعه پیش رفت. احتمال میدم که جوانان در داخل جامعه انتظار داشته باشن که خارج از کشوری ها که وضعیتشون در سلامت بهتری هستش، در آزادی بیشتری قرار دارن، پارلمان در تبعید رو درست بکنن. انتظار من درست کردن پارلمان در تبعید است. امیدوارم که به نتیجه برسه. سعی خواهیم کرد که این کار رو پیش ببریم و تماس هایی خواهیم داشت برای تشکیل پارلمان در تبعید. بسیار خوشحال و سپاسگزار میشم که شماها هم همکاری بکنید اگر کسانی رو میشناسید که لازم است در پارلمان در تبعید شرکت بکنن، معرفی بکنید، چرا که هر چقدر تعداد اعضای این پارلمان در تبعید بیشتر باشه امکان فعالیت بیشتری رو خواهد داشت. به امید دیدارتون در آینده سرشار از دموکراسی و آزادی در ایران.